کشته و زخمی شدن 4 جنگجوی گروه طالبان در یورش نیروهای جبهه مقاومت در بغلان. حملات هواپیمای بی سرنشین امریکا در افغانستان. به نام یاد خدا و با تقدیم سلام یک بار دیگر خوش آمدید به این کانال. تقاضا می نماییم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده کانال ما را سابسکرایب نمایید. مشروع اخبار. حملات هواپیمای بی سرنشین امریکا در افغانستان محدود می شود. جو بایدن رئیس جمهور امریکا قانون محرمانه ای را امضا کرده است که بر مبنای آن حملات پهپادی ضد تروریسم در خارج را از مناطق جنگی برای امریکا محدود می شود. به گزارش نیویورک تایم دستور عمل را که کاخ سفید روز جمعه 7 اکتبر به پنتاگون و CIA فرستاده است، محدودیت های موقت را در برابر حملات پهپادی ضد تروریسم نهادی نمی کند. نیویورک تایم سند امضا شده محرمانه را ندیده است، اما یک مقام ارشد دولت آمریکا به شرط افشا نشدن نامش از امضای چنین سند توسط بایدن خبر داد و گفته است که بر مبنای آن حملات پهپادی آمریکا به شدت محدود می شود. طبق این قانون تایید، آقای بایدن قبل از افزودن یک تروریست مظنون به لیست افرادی که می تواند برای اقدام مستقیم هدف قرار گیرد ضروری است. به نقل از گزارش، اتخاذ این سیاست نشان می دهد بازگشت به کنترل متمرکز تصمیم گیری ها در مورد عملیات کشتار هدفمند است که توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا اجرا می شود. مشاور امنیت داخلی آقای بایدن در بیانیه ادعا کرده است که رهنمودهای جو بایدن در استفاده از اقدامات مرگبار و عملیات خارجی از مناطق خصمانه مستلزم آن است که اقدامات ضد تروریسم ایالات متحده بالای استانداردهای دقت از جمله شناسایی اهداف مناسب و به حد اقل رساندن تلفات غیر نظامی را رعایت کند. و در پایان، کشته و زخمی شدن 4 جنگجوی گروه طالبان در یورش نیروهای جبهه مقاومت در بغلان. منابع محلی در ولایت بغلان از یورش نیروهای جبهه مقاومت ملی به سنگرهای جنگجویان گروه طالبان در این ولایت خبر می دهند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از 8 صبح، منابع در ولایت بغلان گفتند که این یورش نیمه های جمعه شب 15 میزان بر یک قرارگاه طالبان در روستای چرخ فلک ولسوالی خوست ولایت بغلان انجام شده است. به گفته منابع محلی، درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی 30 دقیقه جریان داشته است که در نتیجه آن 2 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا کنون در این باره دیدگاهشان را بیان نکرده است. این در حالی است که صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، ادعا کرده است که در نتیجه این حمله 6 طالب کشته و زخمی شدند. تشکر از توجه شما. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.